دوستان عزیز سلام خسته نباشین شروفا حسنی هستم با 18 جلسه ما در مضمون سیستم عامل لینکس در جلسات قبلی روی کماند هایی که با فایل ها کار میکردن با دایرکتوری ها کار میکردن بس کردیم همچنان با هلپینگ کماند ها بس کردیم که چطور از کماند های لینکس کمک بگیریم یک قسمت از کار ما باقی مانده بود که استفاده از محیط VIM بود و برای ازو گفته بودیم که باز یک ریکارد جدا میگیریم چون کماندهایی که در محیط VIM کار میشن اینا باز بیشتر از در جریان درسی که VIM خوانده بودیم از او باز بیشتر میشن خب در این جلسه روی کماند VIM کار میکنیم و چند کرکترهای خاصی را که در جدول نشانی کردن ما اونا رو کار میکنیم که کدام هستن اگر بریم به ترمینال ما کنترل شیفت چی گفته بودیم کلام میکنم کنترل شیفت پلاس اوکی میریم یک بار لیست میکنیم که چی داریم در سیستم و آیا نیاز به کدام فایل داریم که ادیت کنیم یا خیر خب در اینجا میبینیم چندین فایل است یکی از همین فایل ها رو استفاده کنیم مثلا محتویات فایل دو رو میبینیم چی است خب در داخل فایل دو یک چند سطر وجود داره بریم همین فایل هم منظم بسازیم و محتویات رو ادیت کنیم بخاطر از اینکه ایر ادیت کنیم گفتیم از کمانده vim.dni کار میگیریم چون پکیجش نصب است گفتیم کماند های دیگه هم برای ادیت است اما اونا پکیجشان نصب نیست برای فعلا پکیج vim.dni را ما نصب داریم از این استفاده میکنیم میخواییم ادیت کنیم کدام فایل ها؟ فایل دو را خب حالا ما در کدام مود هستم؟ در مود کماند مود هستم و در اینجا من فقط میتونم که دلیت کنم من همین چیزهای کسی را پاک میکنم و بعدش در انسرت مود میریم یک چیز اضافه میکنیم که تغییرات رو که بیاریم باز برای ما فهمیده شود که ما اینی تغییر آوردیم اوکی چطور بریم برای محیط VIM در انسرت مود آیا پرس میکنیم و در انسرت مود آمده خب اینجا یک لسته از نام ها رو نشته میکنیم نگه کیره بویم خب بیاین که را سیف کنیم گفته بودیم که اگر بخوایم که ایرا سیف کنیم ما باید پس در مود کماند مود بریم در انزرت مود سیف نمیشه چی را باید بزنیم که در کماند مود بریم اسکیب میزنیم حالا در کماند مود هستم و ما اگر بخوایم تغییرات که آوردم اینجا سیف کنم شفت زید اوکی تغییرات رو که در فایل دو آوردم سیف شده چطور بخوایم که امی تغییرات سیف شده میریم کات محتویات فایل رو میخواییم ببینیم چی؟ فایل دو اوکی امین نامه است که ما در محیط VIM برش اضافه کرده بودیم و این هم چند سطر خالی ما دو سطر خالی است که باقی مانده حالا میریم باز هم در محیط VIM و بعضی کرکترهایی را که در اینجا گفتن ما روی امی فایل کار میکنیم چی میگیم؟ vim.dni کدام فایل؟ فایل دو خب ما هستم در کماند مود و از اینجا گفته اگر بخواین که به انسرت مود برین یا به اینپوت مود برین یک خو رایش می بود که ما آی پرس میکردیم اما در اینجا گفته به خاطر رفتن اینپوت مود ابتدا صفر را فرشار دهید که کرسر در آخر سطر انتقال کند بعدا ای کلان را تایپ میکردیم من صفر را میزم خب چیزی برای شما نشان داده نمیشه اما نتیجه شما ببینیم حال در کجا هستم شما میبینید؟ در انزرت مود هستم صحیح؟ صفر بعدش هم ای بزرگ یعنی ای را با شفت میگیریم که انتقال کنیم بازم از اینجا چی میکنم؟ اسکیپ باز میرم در کماند مود کرکتر دو ما کرکتر او است او هم گفته به خاطر عین وظیفه رو داره به خاطر رفتن به اینپوت مود استفاده میکنیم و در اینجا گفته اول صفر را فشار بدین که کرسر انتقال کنه در آخر خط و بعدش هم او را تایپ کنین که برین به اینپوت مود
اوکی من صفر فشار دادم آلومینیوم او را میذارم باز چی کار شد؟ در بخش انزرت مودستم باز هم اسکیب میذارم میبرایم و رای دیگه ما آی استک ساده تر از همش آی پرس میکنیم و داخل محیط وی آی ایم در مود انزرت میریم اسکیب میکنیم باز هم موادم در مود کماند در کماند مود این کرکترهایی را که لیست شده در کماند مود استفاده میشه مثلا وای وای گفته به خاطر کپی گرفتن سطر که رویان کرسر قرار داد ما کرسر ما پایین میارم و یک نام داریم به نام عزیز از عزیز میخواییم که چی کنم یک کپی بگیرم بگیم وای وای اکه کپی گرفته شد بالا میرم در جای خالی پیره میزنم چی شد؟ بسید شد کرسر روی خط قرار میدیم که میخواییم از او کپی شد مثلا روی آرزو ما قرار داریم آل شفت وای بزرگ است وای وای کپی شد اما چیزی برای ما نشان داده نمیشه کپی شده حالا میریم در یک جای باید نتیجه کپی را در چی ببینید؟ پیست این هم پیست آرزو رو کپی کردیم بر خاطر پیست کردن پی را مزدیم پی را فشار میتون پیست میشه کرکتر دیگه ماست وای جی وای و جی کلان گفته بخاطر برای کپی کردن سطح که روی آن کرسر قرار دارد تا ختم فایل مثلا ما کرسر خود را در عبدالله میمونم سطر عبدالله این را دیگه باید کپی کنیم تا آخر چی را میزنیم وای و امرای جی دو کلیت را ما پرس کردم حالا نتیجهش را باید ببینم در قسمت میریم پی را میزنم صحیح امو کرسر انتخاب شد بازا میرم کرسر را مثلا در ای قرار میتونم میم وای شفت جی بزرگ و پی مکمل امو خط عبدالله عزیز احمد علی عبدالله عزیز اینا کپی شد کرکتر دیگه ماست دی دی گفته برای قطع نمودن یک متن استفاده میشه مثلا ما بخوایم که در اینجا از قسمت علی قطع کنم چی میذارم دی حالا باز میایم از یک قسمت دیگه قطع کنیم مثلا بیایم از قسمت عزیز قطع کنیم یا که اطرا میشه که در وسط خط قرار بده مثلا حمیده را ما در وسط قرار میدم آل شفت دی صحیح حمیده چی میشه؟ کت میشه برای پیس نمودن پی استک پی را قبلا هم کار کردیم که کپی گرفتیم حمیده کت شد پیس شد یکی کپی یکی کت کپی با وای وای کت امرای دی و پیس هم امرای پی برای یک جا کردن سطرها گفته استفاده میشه کرکتر جی بین کدام دانه اینی دانه را یک جای کنیم و در این قسمت قرار میتونم وای وای پی گفته برای تکرار کردن یک سطر مثلا کدام سطر ما تکرار نشده تا به حال همش تکرار است نه حمیده را یک تکرار دیگه کنیم گفته وای وای پی رو بزنیم وای وای و پی میبینیم سه دانه بازم وای وای و پی دفعه چهارم تکرار شد اکس به خاطر حذف کردن کرکتری که روی آن کرسر قرار داره مثلا فعلا کرسر ما در کجا قرار داره روی اچ چی رو میزنم؟ اکس هم نک کلیپ میکنم آل میگم اکس 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 وای اکس اکس همش دلیت شد دی دی گفته برای حذف کردن تمام سطر که روی آن کرسر قرار دارد ما برم کرسر کجا میگذارم این قسمت میگذارم و دی خورد است دی خورد همش پاک میشه مثلا بریم امیده رو پاک کنیم دی خورد دبل دی این هم پاک شد
دی جی گفته برای حذف کردن سطری که روی آن کرسر قرار دارد تا ختم فایل. مثلا کرسر خود را ما روی آرزو قرار می دهیم و میگیم دی جی. یا که روی حمیده می مانیم. خب دی خورد بود و جی. دی جی یا کرسر را بیارین در قسمت اخیر خط دی جی پاک میشه. اکس بی برای عوض کردن کرکترها گفته استفاده میشه. اکس بی مثلا کرکتر بالا ای و بی را ما باید چینج کنم. اکس و بی ببینم جایش تغییر کرد. باز هم میمیرم آل پس همی عبدالله رو راست همی کنم. اکس و بی دوباره راستشت و با استفاده از وی آیم میتونین همزمان چندین فایل رو هم ادیت کنیم و قسمت های باقی وی آیم رو ما شما کار کرده بودیم. البته این تمام کرکتر ها نیست، ما کرکتر های زیاد داریم که در محیط وی آیم کار میکنیم. فقط چیزی را که در استفاده کرکتر ها ما در نظر داشته باشیم او کار کرکترها در محیط کمند مود است. وقتی که در انزرت میرین اینا کار نمیتن، چون اونجا مود انزرت است، هر چیزی را که ما تایپ کنیم در اونجا نوشته میشه. اما در کمند مود که میباشین باز اکثریت از اینا را که ما وقتی که کرکترها را تایپ میکنیم بر ما نشان داده نمیشه، اما نتیجه کار شما میبینیم. خب میریم به عنوان بعدی ما که سطوح اجرا یا رن لیول هاستن. در لینکس کدام نوع رن لیول ها را داریم و از رن لیول ها به خاطر چی ما استفاده میکنیم. رن لیول ها یا سطوح اجرا در امو چپتری که به اساس از امی ریکارد های شما تکمیل میشه در اینجا نوشته است که رن لیول ها به سه نوع است. اول خود رن لیول یا سطوح اجرا را گفته که وضعیت یک سیستم بعد از بوت شدن را نشان میده. وضعیت سیستم بعد از بوت شدن به این معنا که وقتی که ما لینکس را کار میگیرم ای را بوت کردیم حال از استفاده میکنم در کدام یک از این رن لیول ها قرار دارم. یعنی سیستم عامل لینکس زمانی که مورد استفاده قرار میگیره باید روی یکی از رن لیول ها قرار بگیره، بعدش ما میتونیم استفاده کنیم. ما در لینکس از 0 الی 6 رن لیول داریم که مجموعاً میشن 7 رن لیول و در هر رن لیول ما یک وظیفه خاص انجام میشه. از خوبی های رن لیولی است که مشکلاتی که در سیستم پیش میاد ما رو میتونیم که به سادگی حل بکنیم. و مثلا فرض کنید شما پسوردتان از یادتان میره یا در اینجا یک فایل به نام فایل آینتاب گفته مشکل بهش پیدا میشه، در اینجا دیگه نیاز به این نیست که ما بریم دوباره سیستم را نصب کنیم یا کارهای دیگه انجام بدیم. در یکی از رن لیول ها داخل میشیم و سیستم خطایابی میکنیم. مثلا اون رن لیول صفر ماست که به خاطر خطایابی استفاده میشه. به این خاطر فایده رن لیول ها همی است. در کل لینکس دارای 7 سطوح اجرا یا رن لیول است. وقتی که ما از لینکس هم کار میگیریم روی یکی از رن لیول ها قرار میداشته باشم و رن لیول ها به خاطر استفاده میشن که ما مو مشکلات یا خطاها را اصلاح بسازیم و چندین کار را همزمان بتانیم هم که اجرا کنیم. ای که کدام رن لیول ها هستن و چطور کدام رن لیول ها را داریم اینا را در جلسه بعدی بس میکنیم. در این جلسه در اینجا خاتمه میبند. تشکر.